امشب در 24 آمادگی ارتش اسرائیل برای دور جدید رزمایش‌های مشترک با آمریکا. کانال 12 اسرائیل میگه در این مانورها حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شبیه‌سازی میشه. تمجید خامنه‌ای از سیاست‌های دولت رئیسی. رهبر جمهوری اسلامی گفته هدف اعمال تحریم‌ها معیشت مردمه. گام جدید عربستان سعودی به سوی توافق با اسرائیل. بن سلمان به تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد از سرگیری حمایت مالی داده. و بزرگترین حمله هوایی اوکراین به خاک روسیه. پهپادهای اوکراینی 6 منطقه رو در روسیه هدف قرار دادن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کانال 12 اسرائیل میگه ارتش این کشور قراره در ماه‌های آینده تمرین‌های نظامی مشترکی رو با ارتش آمریکا برگزار کنه. در یکی از این رزمایش‌ها قراره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شبیه‌سازی بشه. بنا به گزارش کانال 12 نیروهای آمریکایی با استفاده از سامانه‌های دفاع هوایی از جمله پاتریوت مقابله با حمله موشکی چند جبهه‌ای رو با نیروهای اسرائیلی تمرین می‌کنن. ارتش اسرائیل و آمریکا 7 ماه پیش هم بزرگترین رزمایش مشترکشون رو با بیش از 8000 سرباز، 12 کشتی جنگی و نزدیک به 140 هواپیمای جنگنده برگزار کردند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. پیش از هر چیز آقای ندیمی رو می‌خوام ازتون بپرسم که آیا مسبوق به سابقه هست؟ آیا عادی هستش که با فاصله اینچنینی مانوری به این بزرگی اسرائیل و آمریکا برگزار بکنن؟ معمولاً مانورهای بزرگ سال یک بار انجام می شده. اگر به تاریخ گذشته نگاه بکنیم در سالهای فرد به طور معمول مانورهای جونیپر فالکون انجام می شد که تمرین عملیات‌های بزرگ با تعداد قابل توجهی هواپیما، تعداد قابل توجه حدود 15-20 هواپیمای جنگنده و تعدادی هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری تمرین می شد به صورت مشترک عملیاتشون. در سالهای فرد مانورهای جونیپر کوبرا انجام گرفت که بیشتر سرمین پدافند هوایی و به ویژه پدافند موشکی بود. معمولا آمریکا سیستم های پیتریات پک 2 و پک 3 رو به اسرائیل میفرستاد تا همراه با سیستم های پدافند هوایی اسرائیل از جمله پیتریات و همینطور ارو مانورهای پدافند موشکی انجام بدن. و حالا این سال اخیر که جونیپر اوک هم اضافه شد که تقریبا یک نوع مانور چند جانبه به اصطلاح نظامی آل دامین، یعنی هم مانور هوایی، دریایی و زمینی رو شامل میشه که در سال 2023 جونیپر اوک 2023 انجام گرفت که میشه به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی بزرگترین مانور نظامی این دو کشور به صورت مشترک بوده. بیش از 6 ناو جنگی آمریکایی، چند ناو اسرائیلی و همینطور بیش از 140 هواپیمای جنگنده در این مانور شرکت داشتن، همونطور که گفتین چند هزار نفر نیروی نظامی. ولی این صحبتی که الان شده که چند مانور قراره در امسال انجام بگیره، من حدس میزنم که ممکنه به صورت ویژه مانور جونیپر فالکون و جونیپر اوک هر دو در سال 2023 انجام بشن با فاصله زمانی کوتاه و ممکنه در اوایل سال آینده مانور جونیپر اوک جدید در سال 24 انجام بگیره. ولی خب این نشون دهنده یک تقویم زمانی فشرده شده هست که به نظر میرسه بر اساس سیاست‌هایی که سنتکام اعلام کرده و همینطور برنامه اسرائیل برای تقویت بازدارندگی این دو کشور علیه تهدیدهایی که از جانب ایران به طور ویژه احساس میشه انجام میگیره. پیام به یک نفر هست دیگه، تهران، درست میگم؟ بله، خب معمولا میگن که نه، ما این به صورت مشخص هدف یک کشور خاص نیست، ولی در عین حال میگن ایران هم باید توجه بکنه به کیفیت این مانورها، حجم این مانورها، امکاناتی که با سرعت ما وارد میکنیم، به خاطر اینکه میخوان به ایران این پیام بدن که ما میتونیم، هرچند که امکانات خیلی زیادی ممکنه در منطقه نداشته باشه آمریکا، ولی میتونه خیلی سریع این امکانات رو منتقل بکنه. و این تمرین هایی که انجام میگیره سطح همکاری رو با ارتش
اسرائیل و یک پارچگی رو بالاتر میبره و میتونن در صورت لزوم به سرعتی نیروها رو بفرستن، سیستم ها با هم هماهنگ باشن، آموزش ها با هم انجام بگیره، نیروها آشنایی دارن با امکانات هم دیگه و میتونن در صورت لزوم این یک عملیات جنگی رو انجام بدن. جنرال گرینکوویچ که فرمانده بخش هوایی سنترکام در منطقه هستش، سال گذشته ژانویه امسال صحبت کرده بود در زمینه جونیپر اوکی 23 که ما این پیام رو میخواییم به ایران بدیم که ما امکان بسیار قابل توجهی داریم، تمام تهدیدهای ایران زیر نظر داریم، به ویژه همکاری هایی که ایران با روسیه در این یک دو سال اخیر داشته و تهدیداتی که ایران میتونه با استفاده از تجربیات خودش در روسیه در منطقه خاورمیانه بخواد پیاده بکنه، به ویژه هواپیمای بدون سرنشین و در نتیجه پدافند در برابر موشک‌های کروز و هواپیمای بدون سرنشین. من مطمئن هستم که در این مانور بسیار مورد توجه خواهد. آقای ندیمی، حتما در جریان هستید، در این اواخر تحرکاتی وجود داشته در شمال اسرائیل در مرز با لبنان توسط حزب الله. آیا به نظرتون فراتر از پیام به یک ارتش منظم مثل مثلا جمهوری اسلامی، پیامی میتونه به حزب الله یا گروه‌های نیابتی دیگه هم داشته باشه، یا این خیلی بزرگتر از اونهاست؟ کاملا این پیام هم میتونه وجود داشته باشه. وقتی که صحبت از پدافند موشکی از تمام جهت 360 درجه میشه، یعنی این تهدید از سمت شمال، از سمت جنوب غرب و همینطور از سمت سوریه هم وجود داره و تهدید حزب الله در این ماه‌های اخیر خیلی افزایش پیدا کرده. اسرائیل احساس میکنه که اون بازدارندگیش در مقابل حزب الله تضعیف شده و صحبت‌هایی که رهبران حزب الله می‌کنن به نوعی افزایش تهدید علیه اسرائیل هستش و اسرائیل می‌خواد با این مانورها نشون بده که ما این اگر ما مناقشات سیاسی داریم در داخل کشور، اگر نیروهای ذخیره ما به ویژه در نیروی هوایی اعتراض دارن میکنن، اعتصاب دارن میکنن، سر خدمت حاضر نمیشن با وجود نگرانی که در این زمینه وجود داره، ولی ما این آمادگی داریم که در مقابل تهدیداتی چه مرزی از سمت شمال هم چه از سمت غزه بتونیم این همزمان در مقابل تهدیدات منطقه‌ای از طرف ایران هم دفاع خوبی انجام بدیم و اینجاست که همکاری آمریکا و اسرائیل خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. حضور حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای، در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا با موجی از واکنش‌ها همراه شد. آقای موسویان در این نشست در جمع شماری از مقامات سیاسی و امنیتی ارشد آمریکا گفته ایران سلاح هسته‌ای نداره و در پی تولید اون هم نیست. به گفته آقای موسویان، برجام مؤثرترین ضمانت برای مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایرانه. ریوایو ایران نوکلیئر دیل. ابتدا توافق هسته ایران رو احیا کنین. تو جوان 2023 دفتر اداره اطلاعات ملی گزارش ارزیابی خودش رو در مورد ایران منتشر کرد. نکته اصلی گزارش اینه که ایران در حال حاضر فعالیت هسته ای کلیدی که برای ساخت یک سلاح هسته ای قابل آزمایش ضروریه انجام نمیده. این ارزیابی طی 20 سال گذشته تقریبا یکسان باقی مونده. این به این معناست که ایران بمب هسته‌ای نداره و تصمیم نگرفته که بمب هسته‌ای بسازه. اما این به این دلیل بود که ایران امیدوار بود با آمریکا به توافق برسه و آمریکا به وعده خودش عمل کنه. ایران دوباره تلاش میکنه با رئیس جمهور بایدن این توافق رو انجام بده. اما این دیدگاه همیشگی نیست. من به مدت 20 سال در مورد مسئله هسته ایران کار کردم. من یک کتاب منتشر کردم. به شدت معتقدم توافق هسته ایران برجام موثق‌ترین ضمانت برای اینه که برنامه هسته ایران برای همیشه به صورت مسالمت‌آمیز باقی بمونه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. آقای سمیعی، اتفاقا دیروز هم که همینجا در استودیو حضور داشتید کوتاه در این مورد صحبت کردیم. به شکل شگفت انگیز، نه، چهره اینقدر نزدیک به جمهوری اسلامی، کسی که در جریان قتل‌های میکونو سفیر جمهوری اسلامی بوده در آلمان، کسی که همین اواخر گفته بود اگر یادتون باشه همسر برایان هوک چقدر نگران بوده و گریه می‌کرده از اینکه شاید توسط مقامات جمهوری اسلامی کشته بشه، کسی که اینقدر نزدیک بوده به قاسم سلیمانی و از او ستایش می‌کرده، در جمع نظامیان آمریکایی سخنان این چنین مطرح کنه.
با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. ببینید این یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک جای تعجبم داره، چون برای مرکز استراتژیک نیروهای دفاعی امریکا هست، یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک اینها هست که یک همچین فردی رو که واقعا یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و خودش دست در قتل زنده یاد فریدون فرخزاد داشته و حتی دانش اون رو داشته که چه کسانی در قتل ایشون شرکت کردن، و همه اینها رو کنار بذاریم، کسی که آقای ظریف اعلام کرده بود که آقای موسویان علارغم این که بازنشسته وزارت خارجه ایران هست، ولی هنوز در دانشگاه پرینستون برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و نیازمندی های جمهوری اسلامی در امریکا همکاری و همیاری داره میکنه. اینها به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که اتفاق افتاده و این فرد رو در یکی از مراکز بزرگ و مهم نظامی امریکا راه دادن. اینها همه یک طرفه. از طرف دیگر این در آستانه قتل مهسا امینی ما هستیم و این گونه سخنرانی ها و این گونه وانمود کردن ها فقط و فقط نشانه این هست که دولت جمهوری اسلامی میخواد همه چیز رو عادی سازی بکنه، از طریق تمام افراد وابسته خودش استفاده خواهد کرد که باز بیاد توپ رو در زمین امریکا بگذاره، در زمین مسئله هسته‌ای و برجام، و بیاد بگه که اصلا ما مشکلات داخلی نداریم. اما در پاسخ آقای موسویان فقط یک نکته بارز وجود داره، اون همین هست که ایشون میگه باید برگردیم به برجام. الان بیش از 2 ساله که آقای بایدن رئیس جمهور امریکا بوده، چرا جمهوری اسلامی در این مدت تلاشی برای بازگشت به برجام نداشته و هر دفعه یک مقداری نیازمندی های خودش رو اضافه کرده؟ آقای صمیم، میگید اشتباه هست، ولی یک ضرب المثل انگلیسی هم هست، میگن دوستانتون رو به خودتون نزدیک نگه دارید، دشمنانتون رو نزدیکتر. آیا از این منظر نمیشدید که بالاخره یک کوریدوری شاید باشه ایشونش، یک دریچه‌ای باشه به جمهوری اسلامی که ایالات متحده روابط دیپلماتیک رسمی باهاش نداره؟ پرسش خوبی رو مطرح می‌فرمایید، اما اگر که دولت امریکا از یک طرف میاد میگه که برجام مرده، برجام ما دیگه اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، و دولت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی رفتار خصمانه خودش باشه، اینها رو ما بیایم بپذیریم، یا اینکه نیازمندی به اینه که یک کوریدور گفتمانی بخواد با جمهوری اسلامی نگه داشته باشه. اون چی که در حال حاضر ایالات متحده و دولت‌های اروپایی اعلام می‌کنند که هیچ راهکاری برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی از یک طرف میگه که علاقمند به صلح جهانی هست، ولی از طرف دیگر به روسیه پهپاد میده که مردم بیگناه اوکراین رو قتل عام بکنن، اینها رو نمیتونن با هم دیگه کنار هم بگذارن، و از اون جهت هست که بنده عرض میکنم این یک نوع اشتباه استراتژیک از طرف حداقل دولت امریکا و دولت‌های اروپایی است که یک بار برای همیشه به سختی با جمهوری اسلامی علاقمندی به مقابله نداره. ممنونم از شما شاهین صمیمی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. رهبر جمهوری اسلامی گفته دولت ابراهیم رئیسی قابل تمجیده و اثرات کارهای بزرگ این دولت ممکنه امروز ظاهر نشه. علی خامنه‌ای گفته مسائلی از جمله گرانی و اجاره بالای خانه باعث شده که کارهای خوب این دولت از چشم‌ها دور بمونه. خامنه‌ای چهارشنبه 8 شهریور در دیدار با اعضای دولت مدعی شده که عمده تحریم‌ها با هدف به گروگان گرفتن معیشت مردم وضع شده و از ابراهیم رئیسی خواسته با کاهش تورم تحریم‌ها رو خنثا کنه. این در حالیه که وبسایت اقتصاد نیوز در واکنش به ادعاهای مشابه در 15 تیر ماه نوشته بود که تا تحریم هست کاهش تورم فقط شعاره. تحریم‌هایی که تحمیل شده عمده هدفش همین معیشت مردم، یعنی خواستن معیشت مردم رو گروگان بگیرن. باید برای خونسا کردن تحریم ها تلاش کرد. حالا عبد کارهای انجام میگیره، برای رفع تحریم مذاکراتی میشه، اونا به جای خود محفوظ و کارهای درستی هم هست، اما در کنار او باید خط موازی عبارت باشه از خونسا کردن تحریم ها. خونسا کردن تحریم ها هم یقیناً یکی از مهمترین به اصطلاح شاخص‌هاش و مهمش این است که تورم رو کاهش بدیم.
محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ماست. همین حرفی رو که زده حساب توییتری آقای خامنه‌ای هم توییت کرده که من از همه دولت‌ها حمایت می‌کنم و کمک می‌کنم، در این مورد خاص می‌خوام ازشون تمجید هم بکنن. خب خیلی دیگه رادار نمیخواد که آدم وضعیت ایران رو ببینه و بدونه که اوضاع خیلی جالب نیست. چرا به نظرتون این هزینه سیاسی رو داره پرداخت میکنه؟ یه کار مشابهی هم اگه یادتون باشه دوران احمدی نژاد کرده بود که من از همه دولت‌ها حمایت میکنم ولی نظرم با آقای احمدی نژاد نزدیک‌تره. بله اون سر انتخابات بود جلوی هاشمی اینو میگه. ولی ببینید به نظر من خامنه‌ای خودش میدونه، همین که شما میگین، مردم که صبح تا شب با گوشت و پوستشون لمس میکنن بی‌لیاقتی این دولت رو، میگن اقتصاددان‌ها هزاری عدد و رقم بدن خانم خانه‌دار این سبدش که دستش بشه صبح بره خرید کنه بهتر از هر اقتصاددانی میتونه بگه وضع چطوره، و بی‌لیاقتی این دولت که قطعیه. منتها علت این که به نظر من ایشون اینطور تموم قد به میدون اومده برای اینکه اولا دولت خودشه، اینو همین ثانیاً اخیراً من به کرات از محافل داخل حکومت شنیدم، کشور محفلیه دیگه، که محافلی که مثلا پایداری ها توشن، عملگره ها توشن، سپاهی ها توشن، که این دولت خیلی بی‌لیاقته و همه رو داره به باد میده و نیششون متوجه خامنه‌ای هم هست، میدونن دولت اونه و به خصوص وضع اقتصادیش دست کیسه دار آقای خامنه‌ای، دست مخبره. و اخیراً من گزارشی رو دیدم، خلاصش رو البته به دست من رسید، اطلاعات سپاه تهیه کرده بود، یعنی همون سازمانی که مدافع رئیسی بود سر کار بیاد، و نوشته بود این راهی که دولت داره میره خودکشی دست جمعیه و اوضاع خیلی بده، باید یک فکری برای این دولت، حتی لغت نادون احمق نگفته بود ولی چیزایی در این حدود راجع به دولت و وزراش گفته بود. بنابراین به نظر من خامنه ای اینجوری خودش رو خرج میکنه برای مردم نیست، مردم که هیچ کدومشون رو قبول نداره، برای درون حکومتشه و صداهایی که از دورور بیت خودش تا بیت مشتبه و دفتر مرکز تا سپاه تا اطلاعات همه جا در اومده که آقا این وضعیت همه اونو داره به باد میده. اگه یادتون باشه موقع انتخاب رئیسی خیلی ها میگفتن، طبیعتاً طرفدارانش بیشتر، مخالفانش هم میگفتن که حداقلش این هستش که نظام یک دست داره میشه، یعنی دولت همونی هستش که خامنه ای هم هست، ولی در همین سیستم یک دست هم نتونستن دستاورد زیادی پیدا بکنن، نه داخلی نه بین المللی. اصلا ببینید این داستانی که یک دست بشه از زمان خامنه‌ای هم مطرح بود، فکر میکردن این اختلاف که مثلا از تو شورای انقلاب و دولت موقت شروع شد معروف به تقسیم بر دو جمهوری اسلامی، مثلا بازرگان اینا رو حذف کنن خوب میشه، نشد، بعد دعوا بنی صدر رو حذف کنن خوب نشد، بعد تو دولت موسوی اومد چپ و راست چپی ها رو حذف کنن، خود ما رو نزدیک بود اعدام کنه لاجوردی سر همین کشمکش ها، نشد، بعد اومدن هی برای اینکه راهکار اختلاف سلیقه دموکراسیه، صندوق رأی مردم باید، یکی از کارکردهای دموکراسی کانفلیکت رزولوشنه و حل مسئله است و داوری صندوق رأی، وقتی این نیست طرفین چاره ای ندارن جز که هم دیگر حذف کنن، و اون وقت این دولت هم گفت گل بود به سبزا آراسته شد، برای اینکه اینجا حالا فرقش با اون اول انقلابی نیست که به شدت هم فاسد شدن، باندای ثروت و قدرت شکل گرفته مافیایی و یه پاشم به روس‌ها و اصلاً بعضی ها اولیگارشی روسیه و قاچاقچی های روسیه، در نتیجه دائماً کشمکشم دارن سر منافع، سر جایگاه ها، و الان اتفاقاً از این حیث این اصولگره ها بدتر از اصلاح طلبان، اصلاح طلبای خود یاد گرفته بودن پارلمانتاریستی، مثلا 18 تا گروه با هم لیست بدن برای انتخابات با هم کار کنن، اینا این هم دیگه بلد نیستن و به خون هم دیگه تشنن. الان قالیباف اگه دستش برسه سر رئیسی رو میبرد، لاریجانی رو که زدن شلوپل کردن، یا این زاکانی اینا زیرا به قالیباف رو میخوام بزنن و دبیا داخل اطلاعات همینجور اطلاعات سپاه برن، برای این راه به جای نهاد، ضمن اینکه همشون اون وقت رو همم بذاری هیچ کاری از دستشون بر نمیاد به دلیل وضعیت کلان کشور و استراتژی‌های غلط بزرگ کشور که مقصر اصلیش هم نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه شخص آقای خامنه‌ای.
ممنونم از شما. محسن سازگار، عضو شورای مدیریت گذار، اینجا در استودیو با ما. ممنون از دعوت. کانادا پیش بسیاری از ایرانی‌ها به عنوان بهشت امنی برای عوامل جمهوری اسلامی شهرت دارد. در سال‌های اخیر دیده شدن چهره‌های وابسته به حکومت ایران در کانادا با اعتراض ایرانیان علیه سیاست‌های دولت کانادا همراه بوده. تحریم 10,000 نفر از اعضای رده بالای سپاه پاسداران و همینطور تحریم 170 فرد و 192 نهاد تحت قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان از جمله اقدامات کانادا برای مقابله با تهدید امنیت ملی در این کشور و برای جلوگیری از دخالت خارجی بوده. اما همچنان افراد وابسته به نظام جمهوری اسلامی در این کشور آزادانه زندگی می‌کنند. در مدارک اختصاصی که همکار ما کامران ملکپور از ونکوور کانادا در طول ماه‌ها تحقیق تهیه کرده، محمد باقر نحوی از سهامداران و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی سفیران در این شهر زندگی می‌کنه. شرکت خدمات فرودگاهی سفیران به خاطر کمک به ارسال پهپاد به روسیه تحت تحریم‌های کانادا است. اینجا در آمریکا هم وزارت خزانه‌داری این کشور این شرکت رو تحریم کرده. ویدئویی که همکار ما از محمد باقر نحوی و خانواده‌اش گرفته نشون میده تحریم‌ها ظاهراً تأثیری در زندگی اونها در کانادا نداشته. آقای نحوی سلام. خوبی شما؟ من کامران ملکپورم. خبرنگار ایران اینترنشنال. میشه چند تا سوال ازتون بپرسم؟ وارد نشدم، اینجا درتونه. آقای نحوی میشه بگید که چرا شما پهپاد داره میفرستید روسیه با سفیرا؟ خب چرا صحبت نمی کنید اگه اساس خبرنگار هستید؟ منم کاشتم بارستم. خب مشکل خب چرا نمیگی؟ چرا بس خزانه داری آمریکا چرا اشتباه کرده؟ چرا توضیح نمیدید؟ خب اگه اساسش دروغه چرا توضیح نمیدید؟ شما اتحادیه اروپا. خب خبرنگارم سرکار خانم. خود کامران ملکپور روزنامه‌نگار در ونکوور با ماست. ویدئوی شگفت انگیزی به شکلی، برای اینکه میدونیم بسیاری از ایرانی‌ها مثلا دانشجوها که میخوان روادید بگیرن با مشکل روبرو هستن، ولی کسی که بالاخره در شرکتی هستش که در هم فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هست، هم فهرست تحریم‌های کانادا، تصویر شما مشخص بود که داره در ونکوور زندگی میکنه. چه میگن پاسخ مقامات کانادایی چه است؟ درود فراوان. واقعیت این هستش که مقامات کانادایی واکنشی به این موضوعات نشون نمیدن، چون در مورد به خصوص شرکت سفیران و آقای محمد باقر نحوی، همونطور که در ویدیو دیدید، ایشون در کانادا تردد داره، ایشون در بریتیش کولومبیا شرکتی ثبت شده داره، از طریق اون شرکت به واسطه اون شرکت حتی تونستن برای یکی از اقوامشون ملک خریداری کنن در کانادا بعد از تحریم ها. و میدونید که شرکت سفیران در واقع درسته که شرکت ایرانی هست و در لیست تحریم‌های جمهور ایران قرار گرفته، اما دلیل تحریمش مشارکت در ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای شرکت در جنگ اوکراین بوده. و با وجود اینکه موضوع فراتر از موضوع تحریم‌های ایران هست، اما عملاً دولت کانادا هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشون نداده. جالب این است که خود آقای نحوی هم از آن داره که این تحریم ها عملا اثرگذار نیست و خودش در کانادا حضور داره و در رفت آمد هستش. اینم نشون میده که چقدر این تحریم ها ناکار آمدن به شکلی. اینطور نیست درسته؟ حالا اسم فرد ایشون در تحریم ها نیست، ولی بالاخره جزء هیئت مدیره شرکتی بوده که این شرکت همونطور که خودتون هم اشاره کردید متهم هستش که کمک کرده به صدور پهپادها به روسیه، و شرکت دست کم تحریم هست. ببینید ایشون هم مؤسس بوده، هم عضو هیئت مدیره هست، هم سهامدار عمده هست در شرکت، نه تنها در این سفیران، چون سفیران یه هولدینگ چند شرکت سفیران، ایشون تنها کسی است که در تمام این شرکت‌ها همین عنوان داشته، هیئت مدیره کماکان هست و خودش هم نفی نمی‌کنه. ولی به هر حال این موضوعی هستش که همین این یکی از نمونه، چون قبل از این وقتی به دولت کانادا تماس می‌گرفتیم و اذعان می‌کردیم که فلان مقام جمهوری اسلامی یا فلان وابسته جمهوری اسلامی در کانادا هست، می‌گفتن طبق قانون خب این فرد تحریم نیست، مثلا فرزندان فلان مقام رده بالای جمهوری اسلامی، فرزندان خانواده لاریجانی. اما در مورد آقای محمد باقر نحوی، شرکت ایشون شرکتی هستش که در لیست تحریم‌های خزانه‌داری، البته در لیست خزانه‌داری
آمریکا دو سه تا از شرکت های سفیران که ایشون تو همه اونها هیئت مدیره سهامدار هستش تحریمه. در مورد آمریکا شرکت خدمات فرودگاهی، در مورد کانادا شرکت خدمات فرودگاهی تحریم است و جالب اینه که اتحادیه اروپا هم این شرکت رو تازگی تحریم کرده، ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. همین ها سوال برانگیز هست که واقعا این تحریمات چه نتیجه ازش به دست خواهد اومد، آیا تحریمات واقعا اثرگذار هست به خصوص در مورد کانادا؟ ممنونم از شما. یه موضوع جالب من به شما بگم فردا جان، بعد از اینکه تحریم ما برای نقل و انتقال پول روش‌های مختلفی به کانادا وجود داره، چون شما رسیدش هم الان نشون دادید، یکی از روش‌ها روش قانونی هست که شما از طریق صرافی‌هایی که ثبت شده هستش و این رسیدها و تمام نقل و انتقال به دفتر پولشویی، نظارت بر پولشویی و نقل و انتقال مالی کانادا به اسم فینتراک میره انجام میشه. بعد از اینکه شرکت سفیران در لیست تحریم‌های دولت کانادا قرار گرفته، که بعد از انقلاب مهسا جنبش زن زندگی آزادی بود این شرکت سفیران تو لیست تحریم قرار گرفت، بیش از 4 میلیون دلار که مستندش در دست ایران اینترنشنال هست از طریق صرافی‌های رسمی و رسیدهایی که ثبت فینتراک شده، یعنی نظارت مالی و پولشویی کانادا و ارسال کننده اسم آقای محمد باقر نحوی در رسیدها هست، به کانادا انتقال پیدا کرده. البته مبلغ بیشتر است، ولی اون چیزی که ما مستند برای ایران اینترنشنال در دست داریم حدود 4 میلیون دلار هست. حتی من با یکی از صرافی‌ها صحبت کردم، صداش هم هست، مصاحبه کردم 40 دقیقه و ایشون هم تایید کرد که حدود 2 میلیون، بیش از 2 میلیون دلار پول رو جابجا کرده برای آقای محمد باقر نحوی بعد از اینکه سفیران در لیست تحریم قرار گرفت. جای تعجب نداره که اینقدر انتقاد میشه از دولت کانادا به گمانم. ممنونم از شما کامران ملکپور، روزنامه‌نگار در ونکوور کانادا. در ماه‌های گذشته شمار زیادی از تقاضاهای ویزای ایرانی‌ها از سفارت سوئد در تهران رد شده. شهروندان ایرانی در سوئد میگن اداره مهاجرات این کشور در یک سال گذشته صدور ویزا رو در یک محدودیت نانوشته تا حدود زیادی محدود کرده. با اینکه محدودیت صدور ویزا برای ایرانی‌ها به طور رسمی اعلام نشده، اما گروهی از ایرانی‌ها در سوئد مقابل پارلمان کشور در شهر استکهلم جمع شدند تا نسبت به این مسئله اعتراض کنند. همکارم مهران عباسیان در استکهلم حضور داشت و از این اعتراض ایرانیان جزئیات بیشتری داد. کشور سوئد بیش از 105 هزار ایرانی ساکن هستند در شهرهای مختلف. حدود 3 ساله، یعنی از دادگاه حمید نوری که آغاز شد، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و کشور سوئد بالا گرفت. الان در حال حاضر به علت قرآن سوزی در هر دو کشور نه سفیر جمهوری اسلامی ایران ساکن استکهلم هست نه سفیر سوئد ساکن تهران. حدود 1 ماه هیچ کدوم از این دو کشور سفیرهاشون در کشور مقابل نیست. خب سالهای تو این 3 سال صدور ویزا برای ایرانی هایی که میخواستن بستگانشون رو ببینن خیلی به صورت کندی انجام میشد، اما امسال به نقطه اوج خودش رسیده. باید بگم خیلی ها قبلا میتونستن افراد درجه ای که خانواده رو مانند پدر، مادر، خواهر و برادر به سوئد دعوت کنن و اینجا همدیگر رو ببینن. خب ایرانی های دو تابعیتی خیلی هاشون هم میتونستن به ایران سفر کنن و اونجا دیدار تازه کنن، اما 1 سال گذشته وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که به هیچ وجه به ایران سفر نکنید، چون ایران رو یک کشور پرخطر اعلام کرد به دلیل گروگانگیری. خب خیلی از ایرانی هایی که قبلا بدون مشکل به ایران سفر میکردن این هشدار رو جدی گرفتن و به ایران سفر نکردن، اما خب دلشون میخواست خانواده های خودشون رو ببینن، دیدار تازه کنن. خیلی ها که اینجا هستن پدر و مادرهای مسنی دارن، خیلی ها از پدر و مادرهاشون مریضن و دوست دارن دیدار تازه کنن، و اینها به گفته خودشون اگه بخوان در یک کشور سوم که اکثرا هم در طی 1 سال گذشته این کارو کردن دیدار کنن، هزینه های خیلی بالایی براشون داره. حالا امسال مشکلات دیگه ای هم اضافه شده، خیلی ها 2-3-4 سال ازدواج کردن، میخوان همسر خودشون از ایران به سوئد بیارن، اونها هم دوچار مشکل شدن. اما مشکلی که امسال اضافه شده دانشجو هستن، خیلی از دانشجوها ویزاشون توسط اداره مهاجرت سوئد صادر نشده. مهران عباسیان بود در استکهلم سوئد.
وال استریت ژورنال از پیشنهاد عربستان سعودی برای از سرگیری حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داده. پیشنهاداتی که به عنوان بخشی از تلاش‌های ریاض برای غلبه بر موانع موجود در مسیر برقراری رابطه دیپلماتیک با اسرائیل توصیف شده. وال استریت ژورنال میگه مقامات سعودی تلاش می‌کنند از محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی برای برقراری روابط آشکار با اسرائیل حمایت کنند تا مشروعیت بیشتری برای هر نوع توافق نهایی فراهم بشه. در این گزارش اومده که تشکیلات خودگردان به زودی یک هیئت بلندپایه رو به ریاض اعزام میکنه تا در خصوص اقدامات عربستان در زمینه مذاکرات با تل آویو گفتگو کنند. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ماست. هاشمیان، چقدر به نظرتون این عملاً باج دادن است به تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اینکه چراغ سبز اونها رو بگیرن برای ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل؟ ببینید، این یک مسئله خیلی مهم و حیاتیه، بخصوص در پیشنهاد ملک عبدالله در مورد صلح و تشکیل دولت فلسطینی آمده. و اون این که اگر آقای محمود عباس نتونه بر کرانه باختری سیطره پیدا کنه و امنیت اونجا رو تامین کنه، همونطور که دائما آقای نتانیاهو اینو مطرح میکنه که شما میگین بیاین دو دولت فلسطین و اسرائیل تشکیل بدید، در حالی که آقای محمود عباس بر کرانه باختری از لحاظ امنیتی سیطره نداره و حوادث اخیرم که در جنین اتفاق افتاد نشون داد که گروه‌های مسلح و جهاد اسلامی اونجا این امنیت دولت خودگردان رو زیر سوال می‌برن. علاوه بر این دیروز هم در طولکرم درگیری بود بین نیروهای دولت خودگردان و گروه‌های مسلح. بنابر این اگر آقای محمود عباس نتونه امنیت این منطقه رو تامین کنه، اونطور که آقای نتانیاهو میگه، خود به خود مسئله دولت مستقل فلسطین از بین میره و بنابراین یک گزینه دیگه هم اضافه میشه، این که در این مناطق در واقع به جای دولت آقای محمود عباس گروه‌های دیگه فلسطینی قدرت می‌گیرن. از این رو این مسئله قبل از اینکه یک قضیه بین اسرائیل و سعودی و اون چه که مربوط به عادی سازی روابط میشه، یک قضیه امنیتی برای سعودی‌ها هم هستش که مربوط به موضوع سلطه آقای محمود عباس بر کرانه باختری. ولی همین الان هم آقای محمود عباس شرایط پیچیده داره، اینطور نیست؟ انتخابات که عملا رفته رو هوا در مناطق کرانه باختری بعد از 2021 که دیگه انتخاباتی برگزار نشد، اون طرف در غزه تشکیلات حماس کنترل در دست داره، فقط به صرف دادن پول بیشتر به تشکیلات خودگردان در کرانه غربی چقدر میتونه این شرایط رو عوض بکنه؟ ببینید، کمک‌های سعودی ها تا سال 2020 از طریق مؤسسات خیریه به کارهای امور انسانی ادامه داشته. منتها این کمک‌ها در سال 2016 کمک‌هایی که به دولت خودگردان انجام می‌شد و در امور دولتی به کار می‌برد، در سال 2016 قطع شد، به این دلیل که دولت خودگردان متهم به فساد شده و اخیراً هم در واقع دیوان بازرسی مالی و اداری خود دولت فلسطین گزارشی را ارائه داده که نشون میده حدود 4 میلیون دلار در این دولت حیف و مل شده. علاوه بر این هیچ بازنگری در مورد هزینه‌هایی که در بودجه ها میاد و اینکه کجا صرف میشه وجود نداره، لذا سعودی ها به خاطر این مسئله قبلا کمک هاشون رو قطع کردن. ولی الان مسئله فراتر از موضوع فساد در دولت خودگردان هست، موضوع به امنیت کرانه باختری مربوط میشه و موضوع با آینده این منطقه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی طبق قطعنامه های سازمان ملل و طبق پیشنهاد خود سعودی ها. بنابراین سعودی ها الان تلاش میکنن که این کمک ها را بیشتر کنن. الان دو سه هفته ای دولت خودگردان آقای محمود عباس داره تلاش میکنه که امنیت این منطقه را برقرار کنه، با گروه های مسلح داره برخورد میکنه، نیروهاش
رو اضافه کرده، نیروهای جدید رو داره میگیره و سعودی ها امیدوارن که این تلاش ها در واقع به امنیت کامل در کرانه باختری منجر بشه. ممنونم. حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن. نشریه فارن پالیسی در مقاله با عنوان صلح با اسرائیل به معنای جنگ با ایرانه، به پیامدهای منفی ناشی از عادی‌سازی احتمالی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل در منطقه پرداخته. فارن پالیسی نوشته با نزدیکی اسرائیل و سعودی احتمالاً توافق دیپلماتیک اخیر بین جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان به خطر میفته. به نوشته این نشریه، این احتمال وجود داره که بعد از توافق اسرائیل و عربستان، حکومت ایران از طریق گروه‌های نیابتی امنیت ریاض رو به چالش بکشه و در صورت افزایش تنش این سوال پیش میاد که واشنگتن چقدر برای حمایت از متحد قدیمیش عربستان وارد عمل میشه. منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ماست. چقدر آقای امیر به نظرتون این تحلیل فارن پالیسی دقیق هست؟ برای که همین الان هم خب خیلی کشورها هستن که روابطشون رو عادی کردن با اسرائیل، از جمله امارات متحده عربی که در نزدیکی ایران هم هست، روابط نزدیک هم نسبتاً با ایران داره، رفت آمد هم زیاد هست بین ایران و امارات، ولی تهدید عملی رو ما ندیدیم از سمت تهران که متوجه ابوظبی بشه. کاملا درست میگید. من این ارتیابی فارن پالیسی رو قاطعانه رد میکنم. دو تا امیرنشین عربی در حوزه خلیج فارس با اسرائیل روابط دوستی برقرار کردن و حکومت ایران هیچ آسیبی بهشون نرسوند، بحرین و امارات عربی متحده. و باید یادآوری بکنم که در شمال شرق عربستان یک اقلیت بزرگ شیعه زندگی میکنه که حکومت اسلامی ایران سالیان دراز تلاش کرد که از طریق اونها حکومت سعودی رو براندازه که نتونست و عربستان رهبر اونها رو اعدام کرد. با یادآوری میکنم شیعیان دیگری به اسم حوثی ها در یمن که رژیم ایران تلاش کرد که از طریق اونها بیاید و آسیب جدی برسونه به حکومت سعودی در عربستان که نتونست. ولی به هر حال تمام اونچه که گفتم ناقض این امر نیستش که عربستان از ادامه فتنه‌گری های حکومت ایران نگران نیست. همین واقعیت که عربستان اصرار داره که نوعی پیمان ناتو، نوعی پیمان همکاری های نظامی گسترده و واقعی با ایالات متحده امضا بکنه، نشان میده که به هر حال عربستان ترسی از حکومت ایران داره. در این که احتمال جنگ هست، من قاطعانه رد میکنم، به خاطر اینکه نه عربستان سعودی اهل جنگه و نه حکومت ایران در شرایط کنونی در وضعیتی قرار داره که بتونه وارد جنگ با یک کشور عربی دیگر بشه که در گذشته با عراق بود. بنابراین این نگرانی کاملا نابجاست و این ارزیابی به نظر من درست نیست. به ویژه آنکه اگر تلاش دولت ایالات متحده به نتیجه برسه و پیمان ابراهیم گسترده تر بشه و عربستان سعودی واردش بشه، این مستلزم تعهدات نظامی بیشتر ایالات متحده به عربستان، تعهدات فعالتره و این موجب تثبیت و تقویت قلب رهبران عربستان خواهد شد. در مورد روابط ایران با عربستان در حال حاضر باید بگوییم که درسته با هم ظاهرا آشتی کردن، ولی هنوز آشتی ما به در نگاهمون نمیبینیم. عربستان منتظر ببیند که حکومت ایران تا چه حد جدیه در این تصمیم آشتی با عربستان. عربستان میدونه که دو جناح رقیب در داخل حکومت ایران هستن که یکی به این ور میکشه، یکی به اون ور میکشه و میخواهد ببیند که کدوم یک از این دو جناح غالب میشه و میتونه که یا با عربستان دوستی واقعی بکنه و یا به عربستان زیان برسونه. عربستان در حال حاضر در مورد کمک به فلسطینی ها هم اصرار داره که اسرائیل گذشتهایی بکنه. در مجموع مذاکراتی که امروز چهارشنبه در نیویورک بین یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و مشاور ارشد امور خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت، بسیار مهم، مشروع
بیپرده و گسترده بود و اسرائیل خواسته های خودش رو عنوان کرد، طرف آمریکایی خواسته های عربستان رو عنوان کرد و اینها باید بکوشن که به هم نزدیک بشن. نزدیکی و برقراری آشتی یا نوعی روابط بین عربستان و اسرائیل هیچ واکنش جنگی از جانب حکومت ایران ایجاد نخواهد کرد، به ویژان که حکومت ایران جز با عراق هرگز به طور مستقیم وارد جنگ با کشور دیگری نشده و همیشه این رو از طریق نیابتی های خودش انجام داده، مثل حوثی ها، مثل اقلیت شیعه در عربستان که دیدیم که تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده. بنابراین هر اندازه که روابط عربستان با ایالات متحده نزدیکتر و قویتر بشه، تسلیحات بیشتری بگیره، تضمین دفاعی بگیره و با اسرائیل هم کنار بیاد و نوعی همکاری های گسترده تر اطلاعاتی، الان همکاری های اطلاعاتی هست بین دو کشور، همکاری های گسترده اطلاعاتی بشه، موقعیت عربستان چنان تقویت خواهد شد که حکومت اسلامی ایران بعید می نماید که وارد نوعی تعرض یا تجاوز به عربستان سعودی بشه. ممنونم از شما. منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اسرائیل از اورشلیم. نشریه اسرائیلی هارتس میگه دیپلمات‌های آمریکایی و کشورهای جهان عرب به این باورن که آشفتگی سیاسی در لیبی بعد از انتشار خبر دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اسرائیل شاید به خودداری بقیه کشورهای عربی از عادی‌سازی روابط با اسرائیل منجر بشه. انتشار خبر دیدار الی کوهن با نجلا منقوش در روزهای اخیر با موجی از اعتراض در لیبی و برکناری خانم منقوش از سمتش همراه شده. یک دیپلمات عربی به هارتس گفته اعتراضات خیابانی در لیبی تاثیرگذاره و هیچ رهبری این تصویر رو برای کشورش نمیخواد. در خود لیبی هم دو روز پیش نخست وزیر این کشور به سفارت فلسطین رفت و وعده داد عادی‌سازی روابط با اسرائیل رو پیگیری نکنه. این نظر یک شهروند لیبی. والله لا، راستش ما مخالف عادی‌سازی هستیم. این یهودی‌ها دشمنان ما هستند. اونا مردم فلسطین رو آواره کردن، باهاشون رفتار ظالمانه دارن و هیچی از حقوق اونا رو رعایت نمی‌کنن. ما این دیدار با طرف اسرائیلی رو محکوم می‌کنیم، به خصوص اگر برای عادی‌سازی بوده و اگر این دیدار واقعا اتفاق افتاده و صحنه‌سازی یا چیز دیگه در کار نبوده، انصافاً برای لیبیایی‌ها قابل قبول نیست. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، خیلی این روزها حرف از این هستش که چقدر این بحران دیپلماتیک ایجاد کرده، رسوایی که دیدار وزیر خارجه لیبی با مقامات اسرائیلی به همراه داشت، ولی واقعا چقدر فکر میکنید که در تصمیم گیری کشورهای دیگر خاورمیانه به خصوص کشورهای عرب میتونه تاثیرگذار باشه؟ تا حدودی میتونه تاثیرگذار بشه. امروز بسیاری از روزنامه‌های اسرائیلی، اون روزنامه‌هایی که طرفدار دولت نیستن، نوشتند که این کار وزیر امور خارجه اسرائیل ناشیانه بوده، غیر حرفه‌ای بوده، نباید این کار رو می‌کرد. خود آقای نتانیاهو هم دستور داده که از این به بعد هر گونه تماس خارجی گرفته میشه بایستی به دستور نخست وزیر به اصطلاح علنی بشه، هر کسی نباید علنی بکنه. و وزارت امور خارجه آمریکا هم اعتراض کرده که با این علنی کردن، پیش دستی در علنی کردن، شما یک روند صلحی رو که به طور مخفیانه با بین اسرائیل و دیگر کشورها وجود داشت، کشورهای عربی، شما یک لطمه بسیار زیادی بزدید. و واقعیت این است که تمام مفسران عربی، غیر عربی که من ازشون مطلب خوندم، همه تعجب میکنن که چجوری میتونی یه وزیر امور خارجه بیاد و یک چنین دستاوردی رو که نتیجه سالها دیپلماسی مخفی بوده. اسرائیل همینطور که الان طرفای مصاحبه قبلی هم گفتن، مخفیانه با عربستان رابطه داره، مخفیانه با قطر رابطه داره، مخفیانه با خیلی از کشورها رابطه داره و این روابط مخفیانه یک روزی بعداً عادی میشه، مثل امارات، مثل مراکش، مثل بحرین و غیره. و این در این روند بوده و کاری که آقای الی کوهن کرده در حقیقت این روند رو مختل کرده. چرا این کارو کرده؟ دلایل زیادی براش میگن. میگن از اونجایی که این دولت از نظر سیاست داخلی تحت فشاره و شما میدونید هر شنبه ها در
تلاوی تظاهراتی 200,000 نفری 300,000 نفری برگزار میشه. باید توجه داشته باشیم که تلاوی 400,000 جمعیت بیشتر نداره. یعنی اگر اینو با مقیاس جهانی و مقیاس پس کنید لندن مقایسه بکنید، مثل این که هر شنبه ها و این داستان 6 هفته است در اسرائیل ادامه داره، مثل این که در لندن 2 میلیون 3 میلیون آدم تو خیابون بیان. تحت چنین فشار داخلی است که ظاهرا وزیر امور خارجه برای اینکه نشون بده من موفق هستم اومده این روند دیپلماسی که وجود داشته مخفیانه. پسر ژنرال هفتر رفته به اسرائیل، پسر حتی قذافی که الان تصمیم داره یه روزی رئیس دوباره رئیس جمهور بشه اونم تماس گرفته با اسرائیل. این تماس ها با اسرائیل زیاده و این تظاهراتی رو هم که ما علیه این خانم منقوشتیم تظاهرات کوچیکه. اگر شما ببخشید حرفتون رو قطع کنم آقای صدزاده، ولی قبول دارید شرایط لیبی خب با بسیاری از کشورهای دیگر عربی متفاوت است، به خصوص با کشورهای حاشیه خلیج فارس. مقصودم این هستش مثلا به عربستان سعودی و قطر اشاره کردید، خاطر 2006 در قطر اسرائیلی ها رسما دفتر بازرگانی داشتن، یا الان در مورد روابطشون با عربستان سعودی خیلی مخفی کاری نمی کنن، تابو نیست دیگه، رسما دارن حرف میزنن. سعودی ها یه سری درخواست مشخص دارن که به نظر میاد اگر تضمین بشه مشکل نخواهند داشت برای عادی سازی با روابطشون. سوریه با عراق هم که خب شرایطش متفاوت است، لبنان هم که به این راحتی ها شرایطش عادی نخواهد شد با اسرائیل. مقصودم این هستش که کدام کشور عربی هست که واقعا میتونه تحت تاثیر این مسئله قرار بگیره؟ مراکش که رابطه برقرار کرده ولی هنوز کاملا رابطه صحیح برقرار نکرده، یا پس کنید سودان، و سودانی که حالا دنبال دوچار جنگ داخلی شده، ولی کشورهای دیگه اندونزی حتما نباید عربی باشه، کشوری مثل پاکستان که مایل است رابطه برقرار کنه. یعنی قرار بوده این پیمان ابراهیم فراتر از منطقه هم حتی بره، روابط عادی اسرائیل با جهان اسلام باشه. و تفاوت لیبی با عربستان سعودی و قطر در این است که چون لیبی در یک شرایط جنگ داخلی زندگی میکنه تقریبا، و هر گروهی تصمیم داره این دولت رو برکنار کنه و خودش به جاش بیاد، طبیعی است که در یک کشوری که مبارزه با اسرائیل، دشمنی با اسرائیل سالها هویت این کشور شده بوده در اثر حاکمیت دیکتاتوری قذافی، بایستی خیلی آرامتر با ملاحظه تر انجام میشد. و همین علت است که امروز تقریبا ما تمام مفسران نوشتن شما اگر اطلاعات کوچکی از لیبی می داشتید و می دونستید که چه گروه هایی با همدیگه در تناقض هستند، براتون به سادگی مسجل می شد که علنی کردن این خبر باعث می شه یک گروهی از این سوء استفاده کنن بیان علیه دولت. همین الان هم که به صحنه پایتخت لیبی شما نگاه می کنید، گروه بسیار کوچکی است و این مردم لیبی نیستن، ولی این گروه کوچک قادر هست سیاست یک دولت رو عوض بکنه در یک چنین کشوری که دوچار جنگ داخلیه. در عربستان سعودی که دولت مرکزی قوی داریم، در قطر که داریم این کار میسر نیست، ولی اگر شما اطلاعات کوچکی در مورد لیبی داشتید میدونستید که بایستی در مورد لیبی یه مقدار با احتیاط رفتار کرد. این کار رو چرا انجام داده نمیدونیم. به همین علت هم که وزیر امور خارجه اسرائیل دستور اصلا خبر اعلامیه ایجاد این خبر رو اصلا از وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل لغو کردن، چون میدونن کار اشتباهی کردن. به این روندی که آغاز شده بود دیپلماسی مخفیانه که بعداً تبدیل به عادی بشه، آقای الی کوهن یک ضربه بسیار محکمی وارد کرد. ممنونم. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. ساعتی پیش پهپادهای اوکراینی 6 منطقه نظامی رو در غرب روسیه هدف قرار دادن. این عملیات که بیش از 4 ساعت ادامه داشت، بزرگترین حمله هوایی اوکراین به خاک روسیه از زمان آغاز جنگ محسوب میشه. بنابر گزارش‌ها 6 منطقه در داخل روسیه، حتی بعضی نواحی مسکو و یک پایگاه هوایی نزدیکی مرز استونی هم هدف این حملات بوده. مقامات روسیه میگن این حملات تلفات جانی نداشته و اون رو با موفقیت دفع کردن. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، بوده مواردی که پهپادهایی که اوکراینی‌ها میگن پشتشون بودن به حتی مسکو هم
ضرباتی وارد کردن، ولی حمله این چنینی در این اندازه بی سابقه بوده از زمان شروع جنگ. چقدر فکر میکنید که اگر این حملات همینطور افزایش پیدا کنه میتونه معادلات رو برای مسکو عوض کنه؟ خب تاثیرگذار هست، من اینجوری میبینم، برای اینکه این حملات پهپادی داره تشدید میشه. در این مورد خاص که شما گفتید، خب به شش منطقه حمله شده، غیر از بریانسک و کالوگا و اولوف و ریازان و برخی نواحی مسکو، اون چی که جلب توجه میکنه اون فرود به حساب پایگاه نظامی پسکوه که بغل مرز حدود 32 کیلومتری در واقع مرز استونی قرار داده. این تو این پایگاه اوکراینی‌ها تونستند دو فروند از هواپیماهای ایلوژن 76 که هواپیماهای ترابری استراتژیکه، این رو نابود بکنن و چهار فروند اینا صدمه دیده. یه هفته پیش میدونستیم به پایگاه دیگری سولتوری دو در استان نووگورد 650 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله داشته، به طرف سنت پیترزبورگ اونجا حمله کردن. هواپیماهای توپولوف TM-22 رو که هواپیماهای بمب افکن استراتژیکه به اونها صدمه زدن. اینها از نظر نظامی نشون میده که آسیب پذیری روسیه رو، اینکه بتونن یه فرودگاه نظامی رو که در واقع در اونجا هنگ حساب ترابری هوایی روسیه هنگ 334 به اضافه که همین پایگاه ایلوشنا اونجا بوده و چتروازا، اینا بتونن به چنین پایگاهی حمله بکنن، این باید اثر بسیار نامطلوبی در خود اون به حساب نظامیان روسیه داشته باشه که نمیتونن واقعا جلوی این حملات رو بگیرن. این به اضافه حملات دیگری رو که به نقاط به حساب نقاط مختلف اطراف مسکو انجام گرفته، جنوب غرب، جنوب شرق، شمال شرق و به طور کلی، این حملات نظامی نیست به اون معنا، ولی اثرات روحی داره. همین که حمله میکنند و فرودگاه مسکو بسته میشه برای مدتی، اختلال ایجاد میکنند در زندگی مردم، در وقتی حمله میکنن به یه منطقه تجارتی، یه منطقه مهم تجاری در وسط مسکو، این اختلال ایجاد میکنه. همه اینا اثرات روانی، اثرات نظامی داره و به نظر میرسه که اوکراینی‌ها دارن از پهپادهای خودشون استفاده بهینه میکنن. آقای آریان، قانون اساسی فدراسیون روسیه میگه که اگه به خاک این کشور حمله بشه اون موقع توجیه میتونه داشته باشه استفاده از سلاح هسته‌ای. فکر نمیکنید این میتونه به شکلی بازی با دم شیر باشه برای اوکراینی‌ها؟ فکر نمی کنم که تا حالا به اونجا رسیده باشه. یعنی واقعا صدماتی را که زدند، این صدمات اونچنان اساسی و واقعا ورق برگردان نیست. در این حال می دونیم که خود روسا هم ساکت ننشستن، به طور مرتب دارن حمله می کنند. همین خود اوکراینی ها گفتن که تنها در یه شب ما 28 موشک کروز و 15 فروند پهباد شاهد رو در فضای به حساب حریم هوایی اوکراین ما اینا رو خونسا کردیم و نابود کردیم. در حال حاضر فکر نمی کنم، ولی بایستی تمام این حملات رو، حملات پهپادی رو که دارن اوکراینی انجام میدن، این رو در قالب اون چی که در زمین میگذره ببینیم. در زمین واقعا اوکراینی ها پیشروی در باخمود داشتن، پیشروی در روبوتین که در غرب استان ژاپروژیا است داشتن. به نظر میرسه که برخی از اون لایه های دفاعی روسا رو شکوندن، ولی هنوز کار به جای بحران و واقعا به یه منطقه به حساب ورق برگردان، نقطه به حساب عظیمت نرسیده که روسا احساس بکنن دارن شکست میخورن. هنوز این چنین احساسی نیست. اگر روسا بتونن، اوکراینی ها پیشروی بکنن، خودشون رو بتونن برسونند به مثلا دریای آزوف و اگر بتونن حملات سنگینی رو علیه کریمه انجام بدند و اون پل کرش رو بتونن صدمات شدیدی بهش بزنن، ممکنه روسا در اون صورت فکر این رو بکنن که واقعا آسیب پذیرند و اگر کار به جای اساسی برسه یا کمک ها
از طرف غرب به نحوی باشه که سلاح‌های بسیار مهم در اختیارشون بذارن حتی فراتر از F-16، اون وقت ممکنه که روسا تو دکترینشون هم هست که بتونن از چنین سلاح استفاده بکنن، از به حساب سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای بخوان استفاده بکنن. این امکانش هست، ولی هنوز به اون نقطه ما نرسیدیم. به روسا کماکان سر جای خودشون هستن. مشکل اساسی در حال حاضر پیشروی در زمینه، این تعیین کننده است. این چیزی است که شما میتونید اوکراینی‌ها انجام بدن، چیزی بدن به دست پالیتیشن‌ها، سیاستمدارا، و بعد بشینن پشت میز مذاکره که حرفی برای زدن داشته باشن. حملات هوایی، حملات پهپادی به جای خودش، ولی پارامترایی که در زمین هست، پیشروی که در زمین ممکنه داشته باشن، اینها تعیین کننده است. در حال حاضر چون این چیزی واقعا اوکراین نداره. چون به مذاکره اشاره کردید، اینو میخوام ازتون بپرسم، آیا در افق اصلا میبینید که دو طرف، چه کیف چه مسکو، به دنبال چانه زنی باشن برای پایان دادن به این جنگ طولانی؟ خب از یه طرف ما اوکراین رو داریم. اوکراین میگه که زلنسکی میگه میشه بهش هم حق داد، میگه که این بخش 4 استان ما تحت تصرف روس هاست، ما میخواییم که روس ها عقب نشینی بکنن. از طرف دیگه روسا خب ادعای تاریخی و از این نوع دارن که اصلا تمام این بخشا مال ماست، از کریمه هم که به هیچ وجه نمیخوام بگذارن، میگن این از زمانهای قدیم و زمان کاترین اینا اصلا مال ما بوده. بنابراین اینجا واقعا مسئله بسیار مشکله. اون چرا که غرب میخواد در حال حاضر به ویژه آمریکا و ناتو و کشورهای به حساب اتحادیه اروپا، دنبال راه حل نظامی هستند، یعنی کار روسیه رو به شکست بنشانند. شما در صورتی میتونید این کار رو انجام بدید که در زمین و در حیطه نظامی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشین و روسا رو مجبور بکنید. روسا در حال حاضر مجبور نیستن، پشت خط دفاعی خودشون وایستادن، حمله و ضد حمله از طرف اوکراین، کار به جای حساس نرسیده. بنابراین در حال حاضر واقعا هیچ افقی من نمیبینم برای مذاکره. ممنونم از شما. فرصتم به پایان رسیده. ممنونم از شما حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از خیابان‌های طوفان‌زده شهر کریستال در فلوریدا به پایان می‌بریم.